به نام خداوند نیکو سرشت که او در جهان بذر نیکو بکشت. به نام خداوند وجد و سرور، پدید آور عشق و احسان و شور. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در کشور عزیز ما ایران و همچنین سراسر جهان، آدین شب شما عزیزان به خیر و شادی باشه. میدانیم که داریم نزدیک میشیم به نوروز. ایام نوروز باشه که خداوند مطابق فیضش افکار و دل و احساسات و دل تو هموطن عزیز من رو در مسیر عشق، در مسیر محبت، در مسیر تک تک آرزوهای دلت تازه کنه و نو کنه و به آنچه که مصلحت تو هموطن عزیزم هست خداوند نظر کرده و در این سال جدید تو و ایام تو هموطن عزیزم و اهل خانواده تو رو برکت بده. درود میفرستم خدمت برادر عزیزم بهروز جان که لطف کردن امروز با ما هستن. ممنون از شما، سپاسگزارم و جا داره که سال نو رو به همه ایرانیان شاد باش بگم. امیدواریم که امسال برکت خداوند و باران رحمت خداوند بر ایران عزیز ما بباره و عزیزان هموطن ما امروز خداوند قلبشون رو لمس بکنه و تصمیم بگیرن که زندگی خودشون رو واگذار عیسی خداوند بکنن. آمین. تا برکت‌های آسمانی تو زندگیشون جاری بشه. آمین. 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 با فیض خداوند، با فیض خداوند امروز این افتخار داریم که با خادم کلیسای پرستان مسیح برادر بهروز عزیزمون باشیم. با شناختی که از برادرمون داریم و از خدماتشون خواهش کردم امروز با ما باشن. جای خواهر عزیزمون سمی جان پیش ما بسیار خالی هستش و اما همون گونه که می‌دونید برنامه زنده هستش. هموطنان عزیز می‌توانید تماس بگیرید نسبت به نیازهاتون، حاجتتون. ما نیز با دعای شما متحد میشیم و اگر گواهی دارید، یعنی آنچه را که خداوند در زندگیتون انجام داده، می‌توانید تماس بگیرید و گواهیتون رو اعلام کنید، چرا که باعث هم برکت برای ما میشه، هم باعث امید برای دیگر هموطنان عزیز ما که در اون شرایط سخت دارن به سر میبرن و گواهی شما نیز جرقه ای از امید رو در دلشون قرار میده تا اونها مثل شما که در گذشته از عیسی مسیح طلبیدید و اون با فیضش آنچه که شما خواستید رو اجابت کرده، برای دیگر هموطنان عزیز ما گواهی شما باعث برکت بشه. اگر سوالی هست در خدمت شما عزیزان هستیم، پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود تا اونجایی که دانشمون اجازه بده. و اگرم تصور میکنید که توی زندگیتون موقعیت‌هایی هست احتیاج به مشورت دارید، بازم در خدمت شما من و همچنین مشاورین ما در شبکه محبت هستن. تشویقتون میکنم عزیزان اگر مایل هستید میتوانید برنامه‌های ما رو از شبکه امید جاودان نیز پیگیری کنید. اپ امید جاودان رو نیز عزیزان میتونید داشته باشید، بنویسید امید جاودان. و بازم تشویقتون میکنم برای شنیدن و دیدن موعظه های ما کلیسای پرستان مسیح میتوانید روی یوتیوب کشیش رسول حیدری برید. اگر لطف کنید روی یوتیوب کشیش رسول حیدری برید، اونجا سابسکرایب کنید ما رو، مسلما برای شما تمام موعظه ها خواهد رسید. اما قبل از اینکه بخوایم تلفن های شما رو جواب بدیم، دوست دارم برای تک تک شما هموطنان عزیز دعا کنم و همچنین برای سال جدید دعا کنیم. در این مسیر ما حتما برای سرنگونی نظام اسلامی که باعث دردها و رنجها در طول 40 سال بوده حتما دعا خواهیم کرد و ایمان داریم که نزدیک است. گاهی تصور بر این میکنیم پس چرا هیچ خبری نمیشه؟ حتما خبری خواهد شد. این خبر زمانی میشه که اتحاد همه ایرانی ها با هم باشه، همه با هم در یک صدا، در یک موقعیت از خونه ها بریزن بیرون و اعتراض بکنن. مسلما خداوند صدای دل شما را خواهد شنید و اجابت خواهد شدش. همون گونه که یه خوراکی رو ما میذاریم برای پختن، مسلما شاید در مرحله اول اون حبوباتش داره میپزه، آماده میشه سبزیاش، اما گوشت تا بیاد بپزه زمان میبره. الان یه خورده گوشتش میشه گفتش که ناپزه و زود پز نیستش، باید بیشتر تحمل کنیم. اما اینو بدونیم که هرگز
دیکتاتوری نمیتونه پابرجا باشه. ظلم و ستم هرگز پابرجا نبوده و خدا رضا به این نداده. ما امروز به عنوان فرزندان خدا ایستادیم، همون گونه که ما مسیحیای پروتستان معترض به بی‌عدالتی و کلام اشتباه، تعلیم اشتباه هستیم، ما معترض به ظلم و ستم هم نیز خواهیم بود. هرچند شما شاید این صدا رو فقط از یکی دو تا کشیش شاید بشنوید، دومیش رو نمیشناسم، اما اگرم میشنوید بدونید که این پیام آزادی از خود خداوند هستش. لحظه با دعای من لطفاً متحد بشید و به آنچه که مصلحت دلت هست هموطن عزیزم تشویقت میکنم که لطفاً با من در این اتاق قرار بگیر و مطمئن باش خداوندم با فیضش دعای تو هموطن عزیزم رو اجابت خواهد کرد. پدر عزیزم حقیقتاً شکرگزار هستیم برای این وقتی که تو مهیا کردی. باشی که خداوند تحت پوشش توی خداوند، اگر تو اجازه دادی شبکه‌ای به نام محبت خداوند بنا بشه، اجازه نده خدای قدوس غیر از حضور تو و تو و اراده توی خداوند هیچ حکمی حتی فکر انسانی غالب بشه در این برنامه ها، در این شبکه، در برنامه ما خداوند. فقط تو باشی که خداوند مطابق فیضت ای پدر این خدمت رو پیش میبریم. پس خواهش میکنم در نام عیسی مسیح در این وقت با ما باش. عزیزانی که تماس میگیرن برای دعا، تو باشی که آنان را خدا اجابت کنی به هر نیاز و هر حاجتی. و ای خداوند سرزمین عزیز ما ایران رو که ای پدر جان تو 2700 سال پیش ای خداوند اعلام کردی که بر قلب ایرانی ها در روزهای آخر سلطنت خواهی کرد و این قدرت تاریکی را ای خدا میشکنی، باشه که این قدرت تاریکی نظام اسلامی بشکنه در نام پرجلال تو عیسی مسیح و به ازای اون سلطنت تو بر قلب ایرانی های خداوند حاکم بشه. کشور عزیز ما را ای خداوند مطابق فیضت برکت بده، همان گونه که در نامه کتاب یوئیل اعلام کردی خداوند روح تو باشه که قلب و افکار ایرانیان رو در مسیر رویاها و خوابهای روحانی قرار میده و حقیقت تو بر ایرانیان نیز مکشوف بشه. ای پدر جان به هر نیاز و هر حاجتی هموطنان عزیز ما هر کجا که هستن تو اجابت کننده باشه ای پدر جان و تو جلال یاب در ادامه حیات فرزندانت در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. قبل از اینکه تلفنی رو بگیریم میل به این دارم که از برادر عزیزم گواهیشو بشنوم و تشویقتون میکنم لطفاً لحظه‌ای به فرمایشات برادر عزیزم گوش بدید تا بعد از اون حتما تلفن‌ها رو خواهیم گرفت. بفهم خواهش می‌کنم. شما می‌خواید امروز من خودم رو افشا کنم؟ نه خواهش می‌کنم دیگه. برای گواهی فکر می‌کنم اعلام گواهی که ما میدیم برای آگاهی مردم یکی از خدماتی که خداوند به ما داده. خواهش می‌کنم، امیدوارم که موجب برکت باشه. آمین که هست. من بهروز خاتون آبادی هستم. البته به هنگام تولد دو تا اسم برای من انتخاب کردن، یکی جعفر بود که توی شناسنامه من به نام سید جعفر خاتون آبادی بودش و از همون ابتدای بچگی هم منو بهروز صدا می‌زدن. به یاد دارم که روز اولی که داشتم میرفتم مدرسه مادرم به من گفتش که حواست باشه توی کلاس اگه گفتن سید جعفر تو هستی و تو اسمت توی شناسنامه جعفره. من از یک خانواده‌ای هستم که اینها تا همین اواخر دوران پهلوی پدر بزرگای من امام جمعه بودن در اصفهان و در تهران، از یک خانواده بسیار مذهبی و شجره نامه‌ای هم داریم که در کتاب بهار الاموال هاشم عباس قمی اونجا در اون شجره نامه اومده که نشون میده ما خود من 39 پشت هستم تا امام زین العابدین. و من چجوری با مسیحیت آشنا شدم؟ من تقریبا چند ماه قبل از انقلاب سال 1357 میتونم بگم شاید 3-4 ماه قبل من در پالایشگاه اصفهان کار میکردم. زهرا برای ناهار میرفتیم به شاهینشهر اصفهان، اونجا دوتا خونه بود که اون دوتا خونه در اختیار ما بود برای استراحت و همکار ارمنی داشتم به نام هویک. ایشون در اون خونه زندگی میکرد و افراد دیگه هم که مال خارج از اصفهان بودن اونجا زندگی میکردن.
یکی از این روزا که زور برای نهار رفتیم، عموی هوی که یک کشیش ارمنی بود از تهران اومده بود که هویکو ببینه و به اقوام که در اصفهان داشتن سر بزنه. اونجا در واقع میشم بگم که دو روز دو تا یه ربع ده دقیقه ایشون با من صحبت کرد، از مسیح گفت و از اینکه چگونه مسیح فدیه شد برای تمام بشریت، و یه دفترچه خیلی کوچیکی هم که جزء مانند بود به من داد که اونا من تا مدت‌ها داشتم، خیلی رو من تاثیرگذار بود. و بعدم که چند ماه بعد انقلاب شد، همه چی به هم ریخت و تفکرات منم خیلی تلاطم داشت، خیلی با خودم در جنگ بودم. یکی دو بار سعی کردم که کلیسای وانک رفتم در اصفهان، ولی نتونستم با شخصی ملاقات داشته باشم. فقط اونجا میتونستیم بریم موزه رو ببینیم چون که مسلمان بودیم و اجازه ملاقاتی به ما نمیدادن. و رفته رفته اون گفتار و اون ذهنیات هم از دستم رفت تا سال 95، که در واقع 1995 که من از ایران داشتم میومدم بیرون، اصلا با انگیزه این که بیام و مسیحی بشم نبودم. و به همراه وسایل شخصی خودم من دو تا قرآن با ترجمه مختلف و همون کتاب مفاتیح که مال شیخ ابوصالح قمی بود اونم همراه خودم داشتم و مصر بودم که الان که من دارم به اصطلاح میرم به سرزمین کفر، من بایستی این دین و اجدادی خودم رو حفظ بکنم و در صدد بودم که خودم رو در اون مسئله اسلام رشدم بدم. و زمانی که من وارد آلمان شدم توی اون پروسه پناهندگی، توی اون چند ماه اول وقت زیادی داشتم و شروع کردم به خوندن قرآن. اولین باری بود که داشتم قرآن رو به فارسی میخوندم. من یک بار قرآن رو از اول تا آخر خوندم، هیچ چیز خاصی نگرفتم، با یه سری داستانهایی برخورد کردم تو قرآن که این داستانها ابتدا انتهاش هم مشخص نبود، بسیار پراکنده بود و یه جورایی سردرگم شدم. ولی به من گفته شده بود که این کلام خداست. اینه که خودم متقاعد کردم که نه، تو درک درستی نداشتی، باید خیلی با به اصطلاح تفکر بیشتر خیلی دوباره بخونی. و شروع کردم بار دوم خوندم، و بار دوم که من خوندم، من در سوره نساء آیه 24 رسیدم به این آیه که نوشته بود که نکاح زنان محسنه پرانتز باز، زنان شوهردار پرانتز بسته، برای شما حرام کردیم به جز زنانی که در جنگ با کفار به غنیمت میگیرید. و این آیه رو این دفعه که من خوندم تونستم کاملا درکش بکنم، تونستم حس بکنم که چی میگه. و برداشت من این بود که این قرآن که کلام خداست، الان خدا داره با من حرف میزنه و خدا داره با من میگه بهروز، تو اجازه نداری با زنای شوهردار ازدواج بکنی مگر زنانی که در جنگ با کفار به غنیمت میگیری. در یک لحظه به خودم اومدم، دیدم شخصیت من اصلاً اینو نمیتونه قبول بکنه که اگه من با یک قوم دیگه‌ای، با یه سرزمین دیگه‌ای به جنگ و ستیز افتادم و در اون جنگ و ستیز پیروز شدم، به هیچ وجه من نمیتونم زن شخصی رو، خواهر شخصی رو، مادر شخصی رو تصاحب بکنم و این در وجود من نیست. اومدم نتیجه گیری کردم که چطور خداوند میخواد یه همچین حرفی بزنه، و خیلی راحت به این نتیجه رسیدم که نه، این کلام کلام خدا نمیتونه باشه و قرآن کلام خدا نیست. و الان هم هیچ قصد توهینی ندارم. من همون روز اون دوتا قرآن و اون کتاب مفاتیح رو چون دیدم که به واقعیتش پی بردم، بردم انداختم توی سلت آشغال چون به درد من نمیخورد. و در صدد افتادم که دنبال این برم که مسیحیت چی میگه، مسیحیتی که چند سال قبل من در شاهنشهر اصفهان یه مقداری باهاش آشنا شده بودم. خدا رو شکر برای یک زن و شوهر آسوری که تونستم تو حیم پناهندگی با اینا آشنا بشم و اینا یک کتاب مقدسی به من دادن که هنوز من همون کتابو دارم. و شروع کردم کتاب مقدس رو خوندن
و وقتی کتاب مقدس رو خوندم تازه پی بردم اون داستان‌های پراکنده‌ای که من توی قرآن می‌خوندم و ابتدا انتهایش مشخص نبود، به وضوح توی کتاب مقدس اینها اومده و خیلی کامل‌تره و خیلی راحت‌تر میشه پی برد که داستان چی بوده و ماجرا چی بوده. و بعد از اونم من از اون شهر منتقل شدم به یه شهر دیگه، بچه‌ها رو گذاشتم مدرسه و اون شهر ما یک کلیسای کاتولیک داشتیم که حدود 8 ماه از طریق اون کلیسای کاتولیک به ما اومدن میومدن توی مثلا منزل ما به ما تعلیم میدادن. بعد ما اونجا همه خانواده تعمید گرفتیم. من خیلی شروع کردم به فعالیت کردن، چون حقیقتا اون چیزی را که مفت یافته بودم دوست داشتم که مفتم ارائه بدم. با دوچرخه هایمای مختلف میرفتیم و اون چیزی که گرفته بودیم سعی میکردیم که همون را ارائه بدیم. و کلیسایی که من میرفتم کلیسای آلمانی زبان بود، هیچ چیزی نمیفهمیدم، فقط سعی میکردم که با کتاب فارسی که خودم داشتم هی اینا را تطبیق بدم. و نهایتاً در سرد این افتادم که برم کلیسای فارسی زبان و در شهر اسن کلیسای فارسی زبانی پیدا کردم که اون موقع رهبری اون کلیسا با کشیش بنیامین بود، بنیامین اگلی و خانومشون خواهر ریتا، که اینها قبل از انقلاب 20 سال کشیش کلیسای آبادان بودن و برای کار میسیونری در بین ایرانیا آموزش دیده بودن، فارسی را به خوبی صحبت میکردن، مینوشتن، میخوندن و خدا رو شکر من تونستم در اون کلیسا عضو بشم و طرز تفکر من بسیار برگشت. دیگه من هیچ وابستگی به کلیسای کاتولیک نداشتم و تعلیمات جدید خودم رو پیش برادر بنیامین و خواهر ریتا که همون موقع همین برادر سیامک زرگری هم اونجا بود ما ادامه دادیم و شروع کردیم که دیگه برای خداوند کار بکنیم و امروز هم اینجا هستم در خدمت کشیش رسول و شما عزیزان و آرزو داریم که این لذتی که ما داریم، این شادی که ما داریم، این حقیقتا نجات و رستگاری که ما داریم، ما بابتش هزینه ای نکردیم و اینو حقیقتا مفت گرفتیم. دوست داریم مفتم بدیم به هموطنمون. هموطنای من که الان در اسارت هستن، این اسارت اینا رو گرفتار کرده، برای اینا بی برکتی آورده و حقیقتا میخوایم برکت برگرده به اون سرزمین. آمین. 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 سپاسگزارم. مرسی. حقیقتا خب خیلی از عزیزان هستن تصور میکنن که مذهب میتونه اونها رو آزاد کنه، همون گونه که شما و من این گونه فکر میکنیم، فکر میکنیم که شریعت بر رعایت قوانین مذهبی هست. اما امروز عیسی مسیح فیضش رو برای ما آورده. از این رو هست ما میگیم ما لامذهب هستیم. سرور ما لامذهب بود، بلکه یک رابطه عاشقانه و محبت و حکیمانه در مسیر عدالت رو یافتیم. در نامه غلاطیان 2:16 میگه اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمیشود، هیچ کس، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. اینک فیض خداوند در برابر تو هموطن عزیزم هست، مشروط بر این که مایل هستی مانند ما آزاد بشی از مذهب، از دروغ، از خرافه، از نگرانی، از ترس، از اینکه آیا من رستگار خواهم شد یا نه. می توانید تماس بگیرید. مشاورین شبکه محبت نیز هستن که شما عزیزان راهنمایی کنن. خود منم در خدمت شما عزیزان هستم. بریم با هم دیگه اولین خط رو داشته باشیم. خواهرمون فاطمه در خدمتتون هستی. سلام علیکم برادر رسول. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید خواهر فاطمه. درود بر شما. عزیزید. خسته نباشید. پاینده باشید فاطمه جان. تماس گرفتم. نظر لطف شماست. در خدمتتون هستیم. بفرمایید. در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خواهش میکنم. من هفته گذشته با شما تماس گرفته بودم. بله. خدمت برادر سید جعفرم سلام عرض میکنم. ممنون. من بهروز هستم. سیدی را دیگه لطفا قلم بگیرین از اسم من. من بهروز هستم در خدمتتونم. برادر بهروز سلام عرض میکنم. خسته نباشید. سلامت باشی خواهرم. سلامت باشی خواهرم.
برادر رسول جان، من هفته گذشته تماس گرفته بودم با شما، خیلی صحبت کرده بودم. خواهش می‌کنم. بعد اون دو بیتی، یه دو بیتی می‌خواستم برای شما بخونم که بعد از ذهنم پریده بود. آخ جان، الان دو بیتی رو یادداشت کردم که دیگه فراموش نکنم. خواهش. میخوام اول اون دو بیتی رو برای شما بخونم که بفرمایید. در وصف عیسی مسیحه. آمین. بفرم. خواهش می‌کنم. تو بیتی من اینه، میگه اتاق خالی کردم که بیایی، نمد پرغالی کردم که بیایی، دو دست دارم دو فنجان طلایی، شب روز انتظارم که بیایی. جانم 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 جانم، آمین که خواهد آمد مسیح. این دو بیتی. یه دو بیتی دیگرم هست که بازم در وصف عیسی مسیحه. بفرم. خوش کن. هر کس تو را شناخت جان را چی کند، فرزند عیال خانمان را چی کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه توست هر دو جهان را چی کند. بحبه. ما دیوانه عیسی مسیح هستی. جانم جانم آمین که میشایست. دیوانه عیسی مسیح میشایست. بله بفهمید. متاسفانه قطع شد. سپاسگزارم از خواهر فاطمه عزیز برای اشعاری که فرمودید، همچنین سال جدید رو به شما عزیز شاد باش میگم. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. برادر از اون امیر. بله. امیر جان هستم. بله، وقت شما بخیر. امیر جان بفرمایید. سلام. درود بر شما. بفرمایید. سلام. شما بخیر. سپاسگزارم. وقت شما بخیر. ممنونم. مزاحم شدم. عزیزی درخواست جواب داشتم. حتما امیر جان. الو بفرمایید. درخواست جواب داشتم برای ماه رمضان در کارت بیمارستان تو آسیه بسکریه. آخ خیلی متاسم. یه خورده فراموشی داره. خیلی متاسم. اسم مادر رو بگید امیر جان. بسیاری پیدا کرده. آه خیلی متاسم. منصور جان. حتما حتما امیر جان. بله ریاهاش هم یه خورده افونت پیدا جانم. جانم. بله میفرمایید. ریاهاشم یه خورده ایفونت پیدا کردی، میخواستم برای اشتر همکلی مادرم دعا بکشید. حتما امیر عزیزم، حتما امیر جان. لطفا لحظه با دعای من متحد شو. امیر جان آیا شما هم قلب تو مسیح دادید؟ بله بله، هم خود مادرم 18 ساله از سریر من ایمانداز. آمین. خدا خدای شکر برای وجودتون. ما حتما در گذشته این که الان براتون دعا خواهم کرد، در طول یک هفته در کلیسا ما برای شما و برای مادر دعا میکنیم. اسم مادر فرمودن؟ منصوره. منصوره. بله. با هم یه لحظه دعا میکنیم. لطفا هموطنان عزیزی که بیننده این برنامه هستید، حتی در تکرارش لطف کنید با دعای من متحد بشید نسبت به سلامتی خودتون و عزیزانتون. مطمئن باشید که خداوند ما همون گونه که نامش است یهوه رافا، او خدای شفا دهنده است و قادر هست و میخواد که شما و عزیزانتون رو شفا بده. پدر آسمانی، خدای قدوس، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم که فیض و رحمت تو هست که اجازه میده ما به این راحتی به حضور تو بیاییم. اگر در قلب ما خود اقتداری هست که دهان خود را باز کنیم و با تو سخن بگیم، این از خون یگان پسر عیسی مسیح که بر ما پاچیده شده و فیض تو از اون برمیاد. اینک با شکرگزاری به حضور تو میایم. ای خدا، امیر عزیزم رو به حضورت میارم، قلب خوبش و ایمانش و اهل خانواده‌ش رو، که ای خدا روح مقدس تو لمس تازه‌ای کنه، آرامش تو بر برادرم باشه. به بعد تمام مصلحت دلش ای خدا تو نظر کرده و اجابت کننده باش به طور خاصه خداوند برای مادرش خداوند و خواهر اون منصوره. دعا میکنیم که اینک این تو باشی که او رو ملاقات تازه کنی و دست سلامتی و شفای تو بر دختر خودت قرار بگیره منصوره خداوند، و بشوری هر آنچه که به عنوان نگرانی هست ای خدا و ضعف جسمانی هست در نام عیسی مسیح. بشوری خداوند، بشور و پاک کن و قوت و سلامتی تو بر خواهر اون منصوره باشه. ما ایمان داریم که تو با فیض اجابت میکنیم. اینک نیز ما با ایمان سلامتی و شفای خواهرمون رو از دستان پرفیض تو دریافت میکنیم در نام عیسی مسیح. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت کن. امیر عزیزم سپاسگزارم که تماس گرفتید. حتما در طول هفته براتون در دعا هست. خواهش کنم. شما رو دستان مسیح میسیم. عزیز سپاس کنم. فیض خدا باشه. خیلی ممنون. خدا حافظ. عزیز بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. وقت شما بخیر.
نجیبه، بله؟ بله نجیبه، بفرمایید. بفرمایید. نجیبه، بفرمایید. آیا صدای ما رو دارید شما؟ سلام. درود بر شما، بفرمایید خواهش کنم. سلام. بفرمایید، صداتون میاد. وقتتون بخیر، بفرمایید. خدا رو شکر، سپاسگزارم. شما هم بخیر. بفرمایید خواهش کنم. بله جناب وکیل، حال خوبه؟ سپاسگزارم، مهر شما به فیض خداوند. خدا رو شکر خوب هستی، ممنون. ممنون خواهر خوبم. خدا باشم باشه. عزیزی. من 5 ساله که برادرتون ایمان دارم. هللویا شکر. به خواهرمونم شد. به خواهرمونم گفتم من ببین عدد صفر یه عدده، ولی من زیر صفر بودم. از وقتی که ایماندار شدم تو زندگی من معجزه های یعنی 100,000 معجزه اتفاق افتاد. هللویا خدای شکر. من شهادت دارم که واقعا من خودم احتیاط داشتم، بچه هم احتیاط داشتم. یعنی خیلی وضعمون خراب بود جان، ولی که یه جایی خدا حس کردم که داره به من میگه دیگه بسه، تمومش کن. واقعا به این صدایی که از قلبم میومد گوش کردم و الان شکر میکنم خدا رو، خدای زنده رو. آمین. که بچه هم نجات پیدا کردم، خودم شکر. نجات پیدا کردم، خدای شکر. بعد همه شون خدا رو شکر زندگی خوبی دارن. فقط ازتون میخواستم که دعا کنین که یه خورده این پسرم میخواد ازدواج کنه، یه خورده از نظر مالی انشالله که خدای زنده یه گشایشی تو کارش بیاره. آمین که چنین خواهد شد. لطف کنید اسم پسرتونم بگید. مسعود. لحظه لطفا با دعای من متحد بشید. لحظه چشماتونو بندید. دیگر هموطنان عزیز، در کناری که شاد باش میگیم ایام نوروزی که در پیش دارید و سال جدید رو مشروط بر این که خلایی در زندگیتون میبینید، نیازی رو میبینید باید خداوند برطرف کنه، با دعای من نیز متحد بشید و با ایمان در نام عیسی مسیح که تنها نامی است که زیر این آسمان به ما داده شده نیز از دست خداوند بگیرید. پدر عزیزم، خداوند تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم نجیبه عزیز، برای قلب خوب شیخ خداوند. اینک در ابتدا میخوام که قوت و آرامش تو بیشتر از گذشته او رو حمایت کنه در نام عیسی مسیح. همچنین خانوادهش رو به حضورت میارم که تو خانواده او رو برکت بدی، با گواهی که خانم خواهرم نیز اعلام کرده. ای خداوند، ایمان دارم که حضور تو با عزیزان هستش. پسر او رو به حضورت میارم ای خداوند که او رو حمایت کنی در افکار و دل و احساساتی که از اراده تو ای خدا سرچشمه میگیره، که درش شادی و امید و برکت باشه و موقعیت زندگی او رو تحت اراده خودت برکت بده، چه از نظر روحانی و چه از نظر مالی خداوند. و خلای خالی او رو در این سال جدید تو با فیضت خداوند من تأمین کن. ممنون هستیم و شکرگزار هستم خواهرم رو و مصلحت‌های دلش و خانواده‌اش رو و دیگر هموطنان عزیز که با من متحد شدن در این دعا به دستان پرفیض تو می سپارم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. شما رو به دستان مسیح می سپارید با امید خدا که گواهی رو از شما بشنویم که خداوند در زندگی فرزند شما نیز عمل کرد. ممنون. میخواستم یه چند دیگه اسم بچه هارم بگم که ایمان دارن. برادرم که ایمان دار شده، دخترم بعد از خودم ایمان دار شده که خیلی موفق، خدا رو شکر. خدا رو شکر. اسمش آرزویه، فقط دعا داره که آرامش داشته باشه. و دو تا از سه تا از بچه های دیگر هم هستن، یه خورده تردید دارن. که میخوام دعا کنید براشون. اینا تردیدشون بر کنار بره. حتما. مینا و پوریا و مهدی. بله. اینا یه خورده تردید دارن. مسئول هم یه خورده هنوز تردید داره. ولی قبول دارن. میگن حالا هنوز وقته. ولی که برادرم ایماندار شده، خیلی هم موفقه. خدا رو شکر. در این راه موفقه که داره خیلی رو با خودش همراه میکنه. هللویا. خدای شکر. خدای شکر. اونجوری از فامیل همراه شدن. من مادرم 80 سالشه که ایماندار شده. خدا رو شکر. هللویا. 5 سال 6 سال اونم ایماندار شده. خدای شکر. عجیب و غریب داره خدا رو پرستش میکنه. هللویا. ممنونم عزیزم. خواهش. شما رو به دستان مسیح سپاسگزارم از گواهیاتون. ممنون.
مرسی از محبت. ممنون. خواهشم. تا تلفن دیگه ای رو میگیریم چند نکته رو بهش اشاره کنم. اینکه ما به مسیح ایمان میآوریم همون گونه که شما لطف کردید گواهیتون رو دادید بسیار زیبا هستش که مطیع کلام خدا و وفادار به کلام خدا باشیم. در انجیل متی 28:19 نصیحت مسیح هستش در اصل و این وصیت مسیح هستش که داره میگه، میگه بروید و قوم ها و مردم همسایت و دوستت و همکارت و همکلاسیت و هموطن عزیزم بشارت بده، خبر خوش نجات رو بهش بده، با اعمال و رفتار محبت آمیز او رو در مسیر اراده خدا قرار بده که نجات پیدا کنه. به طور خاص ما الان در شرایطی هستیم که توی ایران میدونیم که اکثر هموطنان عزیز ما از نظر شرایط مالی تو جایگاه خوبی نیستن. لطفاً دستی بشید. بیشتر من تمرکزم روی ایمانداران مسیح هستش. اگر از نظر مالی شرایط خوبی دارید تشویقتون میکنم. اگر دارید میرید 4 کیلو آجیل میخرید که شنیدیم پسته شده دونه 1400 تومان، اگر دارید آجیل میخرید 2 کیلو لطف کن 1 کیلو هم برای اون فامیلی که میبینید که از نظر موقعیت مالی ضعیف است، همسایه ای، دوستی که دارید، دست اونو بگیر عزیزم. حتی اگر میبینید 2 کیلو بیشتر نمیتونی بخرید، بازم به رغبت دلت میخوام اینو بگم، 1.5 کیلو از اینو بده به 1 نفر دیگه، 1 کیلو از اینو بده به 1 نفر دیگه، یا شیرینی یا لباسی میخواید بخرید. اجازه ندید در طول این 40 سالی نظام اسلامی در صدد این بوده که ایامی که ایام ملی ما و فرهنگ ایران بوده رو از بین ببره. البته این مربوط میشه به 1400 سال، ولی تو این 40 سال دیگه قدرت کاملا توی ایران تو دست شیطان قرار گرفتش. پس تمام سعیشو کرده. الان هم که شما میدونید دنیا درسته که ایران رو توی تحریم قرار داده، اما تحریم مواد خوراکی نیستید عزیزان، تحریم دارو نیستید، لوازم پزشکی نیستید، حتی کشاورزی نیست ایران عزیزان. این جمهوری اسلامی هستش که متاسفانه از داره از بخ استفاده میکنه، گوشت گوسفندهای ایران رو داره، گوشت ایران رو، دام ایران رو به عراق میبره و ارزون میفروشه، داروی ایران رو داره میبره ارزون میفروشه، مرغ ایران رو داره میبره عراق. لطفاً پیگیری کنید، متوجه میشید داره ارزون میفروشه، از اون طرف داره گوشت های خیلی بد رو میاره و باعث این همه صف شده و میخواد بگه که دنیا داره این فشار رو میاره. لذا بیخردی اینها، بت پرستی اینها، الله پرستی این دولت اسلامی و متاسفانه به جبر و به تحمیل مردم ما باعث این برکتی شده. و اگر آستین بالا بزنید و در برابر این ظالمین بیستید آزاد خواهید شد. حتما خبر دارید که نماینده مجلسشون به نام خانم شیخ الاسلامی 6 میلیارد یورو دزدی کرده و از ایران فرار کرده. تازه نماینده 2 سری از توی مجلس بوده. پس تشویقتون میکنم آگاه بشید عزیزان، این فشارها رو خود نظام اسلامی داره میاره. شما اجازه ندید به هم دیگه فشار نیارید، همدیگر رو درک کنید، به هم محبت کنید، همدیگر رو دستگیری کنید، ایام نوروز رو به موقعیت خوب بگذارونید. به طور خاص چهارشنبه سوری که در راه هست جشن بگیرید، شادی کنید، فریاد بزنید و مجال این رو ندید که این در اصل بیخردان به آرزوهای دلشون برسه. منظور نظام اسلامی است. بریم با هم دیگه خط بعدی رو داشته باشیم. وقت شما بخیر. بفرمایید. خواهش می‌کنم خواهر فاطمه. سلام، خسته نباشید. پاینده باشید فاطمه جان. شما خوبه؟ خسته نباشید. پاینده باشید. خدا به شما باشه برادر رسول عزیزی و برادر بهروز. حال شما خوبی؟ زنده باشید عزیزی. خدا رو شکر به وجود شما. خدا رو شکر برای مسیح خدا من. برادر رسول جان زنده باشه، قربونت برم. اول یه گواهی بدم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من تقریبا دیروز بعد از ظهر بود، من نشسته بودم تو خونه داشتم دعا میکردم. بله. بعد پسرم میخواست بره بیرون، گفته بودم چند بار که برای پسرم دعا کنید. بله. بعد نشسته بودم دیدم که یهو روح القدس داشتم دعا میکردم گفت برو بیرون، برو بیرون، دستت روی سر پسرت دعا کن براش. بعد من در اومدم گفتم که همین الان چون در حیات باز شده میخواد با ماشین بره بیرون، نمیشه که داره میره. گفت من بهت میگم برو. بعد پا شدم رفتم
تو حیات بهش گفتم شیشه بیار پایین. گفت چیه چه کار داری؟ گفتم شیشه بیار پایین. بعد دست گذاشت یه روز سرش، همینجور به نام خداوند براش دعا کردم. من یه گفت چی کار کردی؟ سرم درد گرفت. آره گفت چی کار کردی؟ یه گفت سرم درد گرفت. گفتم هیچی، برو که خدا شفاعت میده خداوندمون. همینجوری دعا رو بعد گفت باشه باشه. دیگه امروز اومده و میگه مامانی من این درد دارم، این درد دارم. گفتم ای خدا که ای ایمانش قوی بشه. رسول جان عزیزم چیشی جان دعا کنید این خانواده ما ایماندار بشن، چون من که تنها با شوهرم هم بشه دوست دارم همه خواهر برادر همه اون ایماندار بشیم. آمین. مثلا میگن ایمان داریم ولی ایمان ها ضعیفه. آمین. مشروطه بر این که خواهر فاطمه، مشروطه بر این که اهل خانواده شما هر کدوم، پسرتون، همسرتون، هر کدومشون میل به این داشتن در این رابطه با کسی صحبت کنن، مشاورین ما در شبکه محبت هستن با دانشی که دارن، همچنین خود منم در خدمت هستم. لطفاً اگر میبینید سخت هست که خودتون صحبت کنید، میتونید اونها رو انتقال بدید به این سب و ما با تجربیات و دانشی که به هر حال داریم میتونیم با کمک روح القدس با عزیزان صحبت کنیم، اونها نیز ایمان بیارن. حتما در دعا خواهیم بود. خواهش من عزیز. مرسی از گواهیتون. بدونم خواهش میکنم و برادر رسول قربونت برم، برام دعا کن تو رو خدا. الان چند روز خودت میدونی ماها که مثلا ایماندار هستیم شیطان در جنگ با مون، یه موقع میدونی ناامیدم میکنه، افسردن میکنه، مثلا فکرهای خیلی بدی تو سرم میاد، با روح هم بازی میکنه، با جسمم همش دم از مرد میزنم، ناامیدی میزنم، میگم من شانس ندارم، من نمیدونم خداوند دیگه نگام نمیکنه، این چیزا مثلا فکرم خراب میشه، اعصابم خراب میشه، خیلی در جنگم این روزا. اجازه بدید پس بیاد با هم دیگه خواهر فاطمه عزیز، چون تلفنمون بسیار است، بیا لحظه میخوام دعا کنیم. حتما لحظه اجازه بدید از بعدم بهروز میخوام برای خواهرم فاطمه و خانوادهش دعا کنم. لحظه چشماتون رو ببندید، بعد از این دعا من مطالبی رو عرض خواهم کرد، لطفا توجه بفرمایید. بعد بفرمایید خواهش میکنم. خدای قدوس شکرت میکنم خداوندا که تو این فرصت رو به ما دادی که اینجا باشیم خداوندا، با ایران تماس بگیریم، با عزیزانمون که اونجا هستن و تو خداوندا میخوای که نام تو در همه نقاط دنیا جلال پیدا کنه. آمین. و شکرت میکنم که این کار الان داره در ایران صورت میگیره خداوندا. خواهرم فاطمه رو به حضورت میارم با اون قلب قشنگی که داره خداوندا، دوست داره که برای تو فعال باشه خداوندا، تو راه ها رو برای اون باز کن خداوندا. هر جا که حس میکنه که باید خداوندا نام تو رو بشارت بده، تو کلام رو در دهانش بذار خداوندا. تمام عزیزانی که در اطرافش هستن، از اقوام گرفته دوستان، همسایه ها خداوندا، همه اینها خداوندا نیاز دارن که نجات پیدا بکنن. آمین. نیاز دارن که فیض تو شامل حالشون بشه. خواهش. پس خداوند تو کلام خودت به این خواهر بده. آمین. تو خودت شرایط به وجود بیار و این موقعیتی بشه که هرچه زودتر، هرچه سریعتر تمام هموطنان ما از اسارت این دین کاذب، این اسلام دروغین آزاد بشن و آمین. اون مملکت باران رحمت و برکت تو شامل حالش بشه خداوند. همه اینها را در نام فرزند تو عیسی مسیح حضورت میاریم و دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. شما رو به دستان خداوند میسپارم خواهر فاطمه عزیز، ممنون که با هم بودیم. فقط اجازه بدید اینو فراموش نکنیم عزیزان، عیسی مسیح بزرگترین برکت و هدیه که به ما داد و هیچ نبی نتوانست این کارو بکنه، انبیا اگر اومدن امر معروف نهی از منکر کردن، محکوم کردن انسان رو، اما عیسی مسیح نیامد محکوم کنه، نیامد داوری بکنه، بلکه عیسی مسیح آمد تا گناهان ما رو ببخشه. اولین برکتی که ما داریم اینه که ما ایمان داریم، رستگار شدیم. آمین. و بعد در مسیر زندگیمون روح القدس رو به ما داده که روح القدس باعث تولد تازه میشه، همون گونه که خواهر فاطمه عزیز با این همه سختی ها اما میبینیم چه سخنان پر امیدی داره، مشکلات و سختی ها داره، باز در انجیل
یوحنا 16:33 مسیح اعلام میکنه، میگه من نمیگم مشکلات و سختی‌ها نیست، هست، اما همان گونه که من پیروز شدم، یعنی به توسط روح القدس و پوری روح القدس، شما نیز این قوت رو از روح القدس بگیرید، این قدرت و قوت، این اقتدار رو بگیرید و اجازه ندید با تصویری اشتباه. ما حدود 1.5 ماه درباره تصویر اشتباه صحبت کردیم، عزیزان روی یوتیوب اگر بهید بزنید کشیش رسول حیدری این دروس هست، سعی میکنم در طول برنامه 2-3 دقیقه از مجموعه برنامه ها رو من پخش کنم در این شبکه، اما لطفاً برید مراجعه کنید. اگر مشکل و سختی میاد، این تصویر ذهنمون رو نباید اجازه بدیم به اشتباه که شیطان ایجاد میکنه، نگرانی و ناامیدی کشیده بشه. تصویر زندگی ما باید آسمانی و ملکوتی باشه، درش امید باشه. پس نهیب بزنید به تصویرهای اشتباه. تو این دروس اگر برید، چون وقت نداریم اینجا من دربارش صحبت کنم، به راحتی میتوانید به توسط کلام خدا و روح القدس از تصویرهای اشتباهی که شریر در ذهن ما ایجاد میکنه نیز آزاد بشیم. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو داشته باشیم. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم. عباس، برادر ما عباس در خدمت شما هستیم. عباس جان سلام، برادر. درود بر شما. مرسی از محبت در عباس جان. پاینده باشی عزیز دلم. نه رسول، من عباس هستم که 2 هفته پیش نگذارم گفتم یه کانال داریم که تو تلگرام ما میتونیم یه گروه هم داریم. بله بله، فهمیدید. یکی از همکاره شما به من گفت، منم قانع شدم. خواهش کنم، خدا برم برکتتون بده. همچنین شما من میخوام امشب رو برای امشب خدا رو شکر کنم که آمین. من فکر کنم 5-6 شهادتیه که میخوام بدم. خواهش کنم، بفهمد بفهمد. سپاسگزارم. ظهور عیسی خداوند بر شاگردانش در لوقا، من همین الان برای من این کتاب مکاشفه اینجوری شد که بعد تا تصمیم گرفتم که به شما زنگ بزنم، کلام خدا رو که با کردم این آیه برای من اومد. هنوز در این باره گفتگو میکردن که عیسی خود میانشان ایستاد و گفت سلام بر شما. هللویا، خدا رو شکر برای این حضور خداوند در میان من و شما و دیگر عزیزانی که با ما دارن گوش میکنن و میبینن. آمین. و از شما میخوام که برادر رسول امشب بر من منت بذارین و برای خواهرمون منیجه عزیز به طور خاص که فلج هستن و روزی کل هستن، از شما درخواست میکنم برای این خواهرمون منیجه عزیز و پدرشون که الان سخت مریض هستن، در حضور خداوند با ایمانی که در شما من سراغ دارم دعا کنید و من و دیگر عزیزانی که دارن میبینن این برنامه رو با شما متحد میشیم در این دعا و من ایمان دارم که برای خواهر من اینجا چون خداوند بر قلب من گذاشته، من ایمان با هیچ چیزی عوض نمی کنم. میدونم که این اتفاق خوب برای خواهر من اینجا ما خواهد افتاد با ایمانی که در کلام خداوند و آمین آمین. پس بیاد با من بر من نشسته گفتم که شما هم شهادت. سپاس کنم. مرسی عباس جان. مرسی. بیاد پس با هم یه دعا، بیاد با هم عزیز. بیاد دعا کنیم. پس بیاد الان که زمان که بیاد برای خواهر اون منیجه و پدرشون هم دعا کنیم و دیگر عزیزانی که نیازی دارن. لحظه با دعای من متحد بشید. هللویا. هللویا خدا قدوس. پدر جان تو رو شکر میکنم برای برادرم عباس، برای قلب خوبش، برای ایمانی که خداوندا به تو داره و در این مسیر خداوندا میل به این داره که بتونه تو رو خدمت کنه و دیگران رو محبت. اینا که از تو میخوام با فیضت حامی عباس عزیزم باش، قوت روح القدس بیشتر از گذشته در او عمل کنه خداوندا، و خواهرم منیجه و پدرش رو به حضورت میارم که آنان را ملاقات کنی و در نام عیسی مسیح دست سلامتی و شفای تو بر خواهرمون منیجه باشه و او رو از هر ضعف فی بشوری ای خداوند و او رو حمایت کنید در تنی سالم ای خدا، افکار و دل و احساسی شاد ای پدر عزیزم تا زندگی او ای خداوند، ای پدر جان در مسیر ایامش نام تو رو جلال بده. ما ایمان داریم که تو با فیض اجابت میکنی. اینک برادرم رو و مستعدهای دلش رو و عزیزانی که با دعای من متحد هستن رو به دستان پرفیض تو میسپارم در نام عیسی مسیح. آمین آمین که با ایمان دریافت کنید. شما رو به دستان خدا میسپارم عباس جان. فیض خدا باشم. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم.
بفهمت خواهش بکنم. Please enter the number you wish to call. قطع شده. بریم خط دیگه ای داشته باشیم. عزیزان اگر قطع میشید لطفاً دوباره میتونید تماس بگیرید. تو این دقایق ما در خدمت شما هستیم. برادر ما محمود. الو سلام. درود در شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. عزیزی محمود جان بفرمایید. می‌خواستم بگم کشش از پارسال جان خونه من از خونه بود. دانم جان. این همه پول داشتم ولی برکت نداشت خونه من. آخ جان. ولی امسال یعنی پارسال خواهر مریم دعا کرد. خودش از این موقع زندگی من خونه من پر برکت خدا. هللویا. خدای شکر برای مسیح و خواهر اون مریم. بله. بعد کشش می‌خواستم یه دعا کنید. چشم. من با همسرم جدا شدم. بله متاسفم. یه خواهر ایماندار. آمین. خوب با محبت. آمین. مسلمان زیاده ها. بله. فامید. بله. ولی میخوام میگه ایماندار بگیرم. بعد 37 سال به خاطر این خانم من شفاشو گرفتم از خدا و عیسی مسیح. ساعت 3 نوشتم. ولی زندگی من خراب کردن. گفتم تو کافر شدی. فلان شدی. زندگی من خراب کردن. جدا شدیم از هم دیگه. خیلی متاسفم. میخوام که من که نمیشدم چی ایمان داره. شما محبت کنید اونجا بگید. بیا دعا کنیم محمود جان. بیا دعا کنیم. خواهر ایماندار خوب با فیض خدا. خونم دارم، زندگی هم دارم، حقوق هم دارم. نقاش 5 سال 10 سالی که عمر میکنم زندگی راحت داشته باشن. کشیش رسو. آمین با فیض میکنم. یه خواهر ایماندار با فیض خداوند جلو پای ما بذاره. آمین. ما در خدمتشون باشیم تا موقعی که با هم هستیم. آمین. با فیض خداوند. بیاید با هم دعا کنیم. میدونیم که اولین حکم که خداوند میده ازدواج هستش. بله. خب خدا شکر برای وجودتون. بیاید با هم دعا میکنیم. هللویا. خدای قدوس پدر آسمانی تو رو شکر میکنم برای برادرم محمود عزیزم، برای قلب خوبش. خداوند کلام تو اعلام میکنه خوب نیست انسان تنها باشه، پس تو بیشتر از هر کسی او رو درک میکنید، چرا که خدایا خود تنهایی رو دوست نداری ای پدر جان. پس خواهش میکنم در نام عیسی مسیح مطابق فیضت عمل کن. در ابتدای خدا آرامش تو، قوت تو و حکمت تو بیشتر از هر زمانی با محمود عزیز باشه و او رو در مسیر اراده خودت ای خداوندا با یکی از دختران خودت عیسی مسیح ای پدر جان آشنا کن، تا در کنار همدیگه بتونن ای پدر جان تشکیل خانواده ای رو بدن و تو همچون ریسمان سوم بین آنان باشی که هرگز گسسته نشه. همچنین دعا میکنم برای دیگر مجردانی که اینک با دعای من متعهد هستم، تو با فیضت ای خداوند آنان را برکت ای خداوند داشتن خانواده رو بده ای پدر. ممنون هستم و سپاسگزارم و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن محمود جان. گویا قطع شدن، از شما رو به دستان خدا میسپاریم. بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. احمد رضا از ایران. وقت شما بخیر احمد رضا جان. بفرمایید خواهش کنم. سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ سپاسگزارم مهر شما. مرسی، مرسی احمد رضا جان. من خواستم ببینم که برای مردم ایران یه دعایی بکنید که امیدوارم این سال سر سرمه کنه اسلام باشه، چون من امشب خوابیدم بیدم آخونه را صبح دیگه ندیدم. خب خیلی آرزو میکنن که شب بخوابن، یعنی اینو که احمد رضا میگه خیلی ها میگن، میگن ما چی میشد شب میخوابیدیم صبح بلند میشدیم و میبینیم همه چیز خوبه. اما خب این آرزو خوبیه، اما احمد رضا جان تا مادامی که این گونه فکر کنیم یک رویایی هستش که واهی هستش. قوم اسرائیل زمانی که از خداوند خواستن که خدا یا کمکشون کن و از اسارت رهاییشون بده، خدا اونها رو خواست که از مصر میان بیرون و وقتی که از مصر اومدن بیرون در کنار این سختی‌ها و مشکلات حتی خداوند اونها رو تو خیلی از قسمت‌های که در این سفر بودن اونها رو به میدان جنگ می‌برد. ولی توی میدان جنگ خدا می‌جنگید برای اونها. امروز اگر ملت ما حقیقتاً درک میکنن این همه ظلم و ستم رو، میباید مردم ما در از حرکت کنن و خدا اونها رو برکت خواهد داد تا بتونن به آزادی برسن. امید. ما دعا میکنیم، ما دعامون رو داریم انجام میدیم، استادیم واقعا برای این مسئله
که شاهد سرنگونی این نظام اسلامی باشیم، اما خود شما مردمم بسیار باید فکر میکنم که باید مواظب باشیم از بی‌تفاهمی، از بی‌تفاوتی نسبت به همدیگه و نسبت به ایران کشور عزیزمون رهایی پیدا کنیم. یکی از آسیبایی که این روزها ما داریم میبینیم هست متاسفانه، حداقل ظاهرا نشونه، مردم خیلی بی‌تفاوت شدن نسبت به کشورشون، نسبت به فرهنگشون، نسبت به آینده ایران بی‌تفاوت شدن. درسته این هم از بدبینی‌های اسلام هست و جامعه‌ای که نظام اسلامی ایجاد کرده، اما باید دلگرم باشیم نسبت به خدا در ابتدا، دست و دست هم بدیم برای سرنگونی این نظام اسلامی. ولی از برادرم بهروز میخوام، بهروز اجازه بدین من قبل از اینکه دعا براشون دعا کنیم، احمد رضا جان میخوام به یه مطلبی توجه بکنی. شما حتما به یاد میاری که اولین معجزه‌ای که عیسی خداوند انجام داد تبدیل آب به شراب بود، درسته؟ بله. اتفاقی که افتاد این بود که در یک مجلس عروسی شراب تمام میشه و مادر عیسی مسیح میاد میگه که اینا شرابشون تموم شده و مسیح میگه حالا من میخوای چه کار انجام بدم؟ و نهایتا مسیح میگه خیلی خوب، هرچی خمره آب دارین اونا رو از آب پر بکنین. و اونجا 6 تا خمره خالی از آب بوده که اینا رو پر از آب میکنن و مسیح میگه بعد که پر کردین ببرین پیش مجلسگردان و این کارو میکنن و اون مجلسگردان میخوره میگه چه شراب خوبی. در واقع اون 6 تا خمره آب تبدیل میشه به شراب. ولی مسیح میگه اون 6 تا خمره رو پر از آب بکنی. حالا آیا شما هیچ فکر کردی که مسیح مگه خودش نمیتونست معجزه کنه و اون 6 تا خمره پر از آب بشه و تبدیل بشه به شراب؟ یا اصلا مگه نمیتونست از اول تبدیل بکنه خمره ها پر از شراب بشه؟ آمین که میتونست، ولی چرا نکرد؟ برای اینکه مشارکت رو میخواست، برای اینکه میخواست اون افراد در این اتفاقی که میخواد بیفته سهمی داشته باشن و سهم اونا این بود که خمره ها رو از آب پر بکنن و عیسی مسیح هم معجزه بکنه و اون آب رو تبدیل بکنه به شراب. در هر چیزی خداوند سهم ما رو میخواد. سهم ما چیه؟ الان سهم خود شما چیه؟ ممکنه فکر کنی که هیچ کاری نمیتونی بکنی، ولی آیا فکر کردی همون زمانی که تو خیابون تظاهرات شلوغ پلوغه، شما خیلی آروم از خونت بیای بیرون، همون دم در خونه سرتو بیرون بکنی و برای اون جمعیتی که دارن میرن توی اون تظاهرات و توی مشکلات حداقل دعا بکنی؟ ماها هر کدوم سهمی داریم. الان یک سایتی درست شده، من اینا میخونم و خواهش میکنم همه عزیزان دقت بکنن، دوبارم تکرارش میکنم: www.rrmiran.com. تکرار میکنم: www.rrmiran.com. به این سایت اگه وارد بشین یه جوری طراحی شده که یه آپشنی داره که اونجا شما میتونین برین و یک کاندیدایی رو معرفی بکنین و اون کاندیدا میتونه در یک جمعیتی که قرار اینها برای اپوزیسیون، که اپوزیسیون راه‌های مختلفی دارن هر کدوم، یک ائتلافی به وجود بیارن این افراد و این راه‌ها رو به هم نزدیک بکنن تا این خواسته همه ماها که تغییر رژیم و سرنگونی هست صورت بگیره. اینه که خواهش میکنم به این سایت مراجعه بکنین. من خودم هفته پیش این کار انجام دادم و من کشیش رسول رو به عنوان کاندیدای خودم معرفی کردم. اونجا میشه 10 تا کاندیدا معرفی کرد و هدف این نیست که ما خودمون رو آلوده سیاست بکنیم. هدف اینه که ما ناظر باشیم. ما به عنوان مسیحی‌ها که دیگه یک اقلیتی هم در واقع ما در ایران به عنوان یک اقلیت نیستیم. ما در طول این 40 سال حقیقتاً جامعه مسیحی دیگه فقط ارامنه و آسوری و اینا نیستن. بسیاری از خود من یک مسلمان زاده بودم. الان سالهاست ایمان آوردم و کم نیستیم و ما بایستی که بتونیم حرف خودمونو بزنیم، نماینده خودمونو داشته باشیم و خواهش می‌کنم در این جهت بریم. اجازه بدین من یه دعایی هم داشته باشم. ای خدای قدوس، شکرت میکنم برای اون حکمتت خداوند. هر جا که حکمت تو باشه همه چیز هست خداوند.
ازت میطلبم خداوند که به تک تک ایرانی خداوند حکمت بدی که اون راهکاری که مورد نظرت خداوند اونا درک بکنن و بتونن اونو انجام بدن. آمی. و تو قدرت انجام اونو بهشون بده خداوند. خداوند این تفکر رو بردار که ما مسیحی‌ها کار سیاسی نباید بکنیم. زندگی کردن خودش نوعی سیاست خداوند. اینه که حکمت بده که تمام عزیزان بتونن تو مسیر درستی قرار بگیرن که در اون مسیر حقیقی و درسته که نام تو جلال پیدا میکنه خداوند. میطلبم در نام عیسی مسیح، مسیح خداوند. آمین. 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 با سپاس برادر عزیزم که تماس گرفتید، شما رو به دستان خداوند میسپارم. سپاس گذارم. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. ممنون از مطلبی که گفت. وقت شما بخیر. بفهم خواهش کنم. برادر ما هادی در خدمتتون هستیم. بفهم خواهش کنم. آیا صدای ما رو دارید هادی جان؟ جانم بفرمایید. الو هادی جان آیا صدای ما رو دارید؟ اگر صدای مفهوم نیست ایشون رو روی هولد نگه دارید، بریم با خط دیگه ای صحبت کنیم چون وقتمون خیلی تنگه. وقت شما بخیر. بفرمایید. خواهرمون مژگان بفرمایید. خواهش می‌کنم مژگان. درود بر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام برادر عزیز. وقت شما بخیر. بفرمایید. سلام عزیز. عزیز شما. خواهش می‌کنم. برادر بهروز. سپاسگزارم. سپاس مهربان. خوشحالم. ممنون از محبت شما. با شما صحبت می‌کنم. با شما ایماندارا خیلی خوشحال میشم. عزیزی. دوست داری منو؟ بله بله بله. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید مژگان جان. بفرمایید. من از سال 77 برادر وارتان که محیط رو میتر با دختر خانماش بیرسن که بیستا بله. از اون شما که وارد این که چند سالی نمیتونم برم بله بله. من از اون احتیاج دارم به دعای شما برای بچه هم خودم. حتما اگه دعا کنیم برای من دعا کنیم. حتما حتما حتما. چون اونجا میرفتم در دعا بودم، در برنامه بودم هر روز شنبه و سه شنبه. بله بله حتما. پس لحظه لطفا با دعای من خواهر مژگان متحد بشید. صداتونم چون قطع و وصل میشه. بله حتی خونش رو بیخ جلوی من و خود مسیح رو اصلا بغل دستم با کمتر قادیده اصلا خیلی حالت یا چندین بار اگه دوست کنیم حتما برای من رو بچه هم دعا کنیم. خیلی ممنون میشن تو همه گرفتاری داریم جانم. در نام عیسی مسیح حل میشه. لطفا لحظه چشماتون رو بندید با دعای من متحد بشید. هللویای خدای قدوس پدر آسمانی، خداوند تو رو شکر میکنم برای خواهرم مژگان، برای قلب خوبش، برای اینکه خداوند تو مطابق وعدت ای خدا عمل کردی، در خواب و رویا حقیقت خودت رو بر او مکشوف کردی. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح روح مقدس تو باشه که لمس تازه ای میکنه، با آرامشی تازه خداوند و امیدی تازه در وجود خواهرم او رو برکت بده، به مصلحت‌های دلش، برای خودش، برای فرزندانش ای خداوند، حامی او باشه ای خداوند، برکت روحانی و برکت مالی تو هر روزه با او باشه. به طور خاص در این سال جدید ای خدا او رو مبارک بخوان به هر آنچه که نیکوست، در نام پر جلال مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید خواهرم. شما رو دستان مسیح میسپارم. در طول این هفته هم براتون در دعا هستیم جان. بله من کمر زانوام هم عمل کردم، پروتز گذاشتم. آه بله به سلام. آخ جان حتما ما در طول این هفته برای شما به نام دعا میکنیم. تشویقتون میکنم عزیزان سه شنبه ها البته الان یک ساعت اینجا ساعت ها رفته جلو به وقت ایران، سه شنبه ساعت 6:30 اگر اشتباه نکنم میشه فکر کنم 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 9:30 میتونید با ما تماس بگیرید و شبکه محبت لطف میکنن شما رو به کلیسا بس میکنن و ما توی کلیسا هستیم. بله سه شنبه بعد از ظهر ساعت 6:30 تماس بگیرید. دو شنبه شما رو به دستان مسیح میسپارم. خواهش کنم. فیضت خدا باشه. عزیز تای مسیح خدا باشه با همه ما ایرانی ها و شما
سعادت آباد. آمین آمین آمین. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. وقت شما بخیر. بفرمایید خواهش کنم. قمبر از ایران. جانم بفرمایید. هموطن عزیزم. سلام. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. خسته نباشید که چیزی هستید. سلامت باشید. نس پاینده باشی عزیزم. بفرمایید. چیزی من الان آرامشم با هم میخوره. جانم. و 8 سال از خانوادم دورم. آخ جانم. من شیرازم. آخ جانم. من کلاغ نیستیم از هم دوری به خیلی مراسم دیدم تنگ شد سر سبا قرامش هم به هم میخوره تو خودم میرم فشارم میره بالا عمل رو باند کردم 66 ساله بود کسی میشم من هر چی میخوام از قرامش هم زیاد سر جاش نمیاد با خدای خودم حرف میزنم با اسلام سی عزیزم حرف میزنم قرامش هم بیاد پایین جانم متاسفم الان 7 سال من اینا نمیدم دور آمدشون دور آمدشون دعا کنید که بسرم حاجی خانمم نصرت نصیب دختر کوچیکم دوباره دعا بکنید که قلبشون نرم بشه دیگهش میشم دارم پیششون آمین با فیض با فیض لحظه چشماتو ببند برادر عزیزم حتما عزیزم لحظه چشماتونو ببند خیلی متاسفم از آنچه که شنیدم اما ایمان داریم که خداوند ما قادر هست در ابتدا اون آرامش بده و چقدر خوبه که ما در ابتدا وقتی که مشکلی پیش میاد از خدا اون آرامش رو بگیریم و در اون آرامش هستش در اون استراحت هست در اون فضای سبتی هست که کلام خدا میگه ما لمس میکنیم قوت خدا رو در وجودمون لحظه چشماتون رو ببندید و با دائما متحد بشید هللویا ای خدای قدوس پدر آسمانی تو رو شکر میکنم برای محبتت ای خداوند تو رو شکر میکنم که خودت فرمودی برای همدیگه دعا کنیم تا اجابت کنی تو ای پدر تو رو شکر میکنم برای برادر عزیزم برای قلب خوبش برای ایمانش برای صبری که به او دادی ای خداوند از تو میخوام در نام عیسی مسیح یک لمس تازه‌ای به توسط روح القدس کنی ای خداوند یک شادی خاصی به برادرم بدی ای خداوند یک استقامت تازه‌ای به او بدی ای خداوند تا بتواند ای پدر به آنچه که از تو طلب کرده ای خداوند تو که با فیضت اجابت کننده هستی این صبر رو داشته باشه تا شاهد تک تک آرزوهای دلش باشه ای خداوند شاهد این باشه که خانواده‌اش نزد او اومده ای خداوند و از دلتنگی‌های خدا رهایی یافته خواهش می‌کنم موقعیت روی خدا مالی برادرم رو برکت بده ای خداوند عطایای روحانی تو در زندگی او دیده بشه و تو جلال یابی به تمامیت مصلحت‌های دل او به طور خاص در این سال جدید برکت تو ای خداوند فقط در زندگی برادرم و اهل خانواده او باشد و بماند تا ابد الابد در نام عیسی مسیح آمین آمین که با ایمان دریافت کنید آمین. اگر مطلب نیست شما رو به دستان خدا می‌سپاریم در طول این هفته برای شما در دعا هستیم عزیزان یک بار دیگه عرض میکنم ما سه شنبه ها الان 10 سال هست این خدمت رو داریم که داریم برای ایران و ایرانیان دعا میکنیم یکی از دلایل این غیرتی که ما برای ایران داریم و صحبت از سرنگونی نظام اسلامی میکنیم این هستش که مدام داریم از ایران میشنویم چه دردها و چه رنجهایی هست برای همین هستش که نمیتونیم بی تفاوت باشیم پس وقتی صدای دردها و رنجها رو میشنویم به این نتیجه میرسیم که باید یه کاری بکنیم کار ما امروز این هستش که این آگاهی رو بدیم خیلی میل به این دارم آنچه که شما عزیزان انجام میدید که دیوار نویسی میکنید و یا فعالیت هایی رو که تو ایران هست انجام میشه نسبت به تظاهرات راهپیما یا این فیلم هایی که بر ما میفرستید بیشتر مایل به این هستم که از شبکه محبت به ما برسه البته من از عزیزان خواهش کردم که ایمیل خودشون رو توی برنامه ما بذارن اما تا قبل از اینکه این ایمیل باشه شما می توانید به ایمیل خود ما omidjavedan.tv@gmail.com نیز فیلم های خودتون رو بفرستید و اگر فیلمی رو در مورد خدا محبت هست میفرستید لطفاً به اینها بگید که برای ما بفرستید متأسفانه تا به امروز ما از شبکه محبت هیچ فیلمی نداشتیم مستقیم برای ما فرستادید اما خواهش میکنم از این کانال نیز انجام بدیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم آیا واقعاً به دست ما خواهد رسید یا نه پس تشکر میکنم که در این رابطه از کانال محبت
مشروط بنکی، خب ما داریم در این شبکه خداوند رو خدمت میکنیم، پس از این کانال به ما برسونید اخبارتون رو، اطلاعاتون رو بدید، و اگر نرسید میتونید اون موقع رو همین ایمیل یه بار دیگه به امید جاودان tv@gmail.com لطفاً اون موقع برای ما شما ارسال کنید. ولی سکوت نکنید، یکی از مبارزات ما همین دیوار نویسی هستی، ما اعلام کنیم خدا محبت است، پس الله بت هستش، پس آنچرا که نظام اسلامی در طول 40 سال اعلام کردش و باعث ظلم و ستم و فقر و فساد شد، شکنجه و اعدام و کشتارهای شد در مسیر بی‌عدالتی و بی‌انصافی، از طرف الله بوده که بت بوده، نه از طرف خدا که یهوه می باشد. بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم. آیا صدای ما رو دارید؟ گلتاج از ایران. بله. بفرمایید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود بر شما، بفرمایید. آیا صدای ما رو دارید؟ سلام عزیزم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، سلامتی برادرتون. سپاسگزارم، مهر شما. مرسی، مرسی از محبتتون. بفرمایید. زنده باشی قربان. عزیز، عزیز. بله، من سپاسگزارم. سپاسگزارم. خوبی عزیزم، برادرتون. خدا رو شکر، بفرمایید. عزیزم، میخواستم برای پریسا دخترم بله. دعا کنیم برای آرامش و خوشی و سلامتی منزلش بیاد. آمین. اونجا هستن الان دخترتونم؟ نه عزیزم، منزل خودش رو هستن، ولی خیلی افسرده شده. خیلی متاسفم. دختر داره. بله بله. پس بیاد لحظه، بیاد پس لحظه لطفاً. مشکل دارن. متاسف. خیلی متاسفم. بله. بیاد پس با هم دیگه دعا میکنیم. لطفاً لحظه با دعای من متحد بشید خواهر عزیز، که هم برای شما و هم برای خانواده و برای دخترتون هم دعا کنیم. پریسا، هم براتون دعا کنیم. حتما. آرامش و منزلش بیاد. حتما. خوشی، حتما. سلامتی. به فیض خدا. به فیض خدا. لطفا لحظه با دعای من متحد بشید. آمین. لطفا لحظه با دعای من متحد بشید. هللویا خدای قدوس. پدر عزیزم، کلام تو اعلام میکنه تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد تو بیان، که خداوند تو هستی که اون بال و اون دلایل رو که باعث رنج شده، عذاب شده، خداوند از دوش آنان برمیداری. اینک خواهرم گلتاج رو به حضورت میارم، خانواده او رو، پریسا دخترش و همسرش و خداوندا، که روح مقدس تو باشه که لمس تازه این میکنه خداوندا، و بشوری تمام نگرانی ها رو، بشوری تمام خستگی ها رو، بشوری دلایل تمام آزردگی ها و تلخی ها رو از وجود عزیزان، و محبت تو و حکمت تو ای خدا بر عزیزان باشه، و تو عزیزان رو برکت بدی به هر آنچه که نیکوست ای خدا و مصلحت های دلشون هست، و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن. خواهر عزیزم، شما به دستان مسیح میسپاریم، براتون در طول این هفته در دعا هست. بیز خداوند باشم. عزیزان رو تشویق میکنم، گاهی من خودم این وقتی دارم دعا میکنم میخوام این سوء تفاهم نشه، چون مبادا مردم فکر کنن ما مثل اون آخونده شدیم که همش دعا نویسی میکنه و یه دعا میکنیم. آره، اینو بدونید، خود شما میتونید دعا کنید در نام عیسی مسیح. روزگاری یکی برای من دعا کرد و من امروز برای دیگری دعا میکنم، و چه زیباست دیگری برای یکی دیگه دعا کنه، چرا که اینجا عیسی مسیح است که داره عمل میکنه. اما این رو بدونیم، برای داشتن یک آرامش و یک قوت میباید کلام خدا رو بخونیم، انجیل مسیح رو مطالعه کنیم، میباید شب قبل از اینکه میخوای بخوابی بری در حضور خدا افکار و دل و احساساتت رو تقدیس کنی، در حضور خدا سکوت کنی، اجازه بدی روح القدس تو رو ملزم کنه به هر سخنی، به هر فکری، به هر احساس اشتباهی که
در طول روز داشتید و بتونی فارغ بشی از تمام آنچه که باعث آزار فکر و دل و احساسات تو و همچنین رنجش روح القدس شده و صبح که خواب بلند میشی رازگاهان در حضور خدا داشته باشیم، کلام خدا رو بخونیم. اگر شما انجیل رو ندارید لطفاً بگید براتون انجیل رو بفرستیم. عزیزان اینجا این گونه نیست که ما بگیم الان شبکه محبت 4 نفر رو آورده اینجا و میگه دعا کنید برای مردم، مردم خوب بشن. هرگز، ما اینجا هستیم که نام او رو جلال بدیم. او شایسته است و اون عیسی مسیح هست. کلام خداوند میگه هیچ نامی غیر از عیسی مسیح ما داده نشده. عزیزان که ما نجات یابیم، ما رفع مشکلاتمون بشه. تو خودت هموطن عزیزم در نام عیسی مسیح میتوانی دعا کنی و دعای تو اجابت میشه. آمین. این قوت خداوند به توسط روح القدس داده اگر به مسیح ایمان داری. اگر نداری دنبال حقیقت هستی و دنبال این هستی که اون قدرت و قوت الهی رو لمس کنی، قلبت رو به مسیح بده، توبه بکن از آن چی در گذشته بوده. هوشیار باشن ایمانداران، هرگز 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 به دنبال فال و فالگیری نرید که آسیب میزنه به زندگیتون. خواهش میکنم هر آنچه که در سال گذشته انجام دادید، مثل فال و فالگیری، مثل الفاظی که اشتباه میکنید، الله اکبر، ماشاءالله، ایشالله، تمومش کنید امسال. ببندید این پرونده رو لطفا، ببندید خانتون رو، تقدیس کنید قرآن رو، داشته باشید برای افشا، برای اینکه آبروی خود قرآن رو ببرید. اما قرآن رو نداشته باشید برای اینکه ازش چیز رو بگید. قرآن باعث بیبرکتیه. مواظب باشید، جانماز، همه این، اگر یکی ایماندار هستید بندازید دور اینها رو. زندگی تو رو تقدیس و پاک کنید. در سال جدید که میخوایی وارد بشی بذار با پاکی وارد بشی، مبادا با ابزار بت پرستی وارد سال جدید بشی. اگر به مسیح ایمان آوردیم، آزادی ایران زمانی خواهد شد که یک ایرانی خودش رو آزاد کنه از خرافات، از دروغ، از مذهب دروغی، و اونجا هستش که ما به آزادی ایران خواهیم رسید. بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. وقت شما بخیر هموطن عزیزم، بفرمایید. خواهر مریم از ایران. مریم جان بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهر مریم درود بر شما. درود بر شما. سلامت باشید. مرسی جانم، بفرما. خواهر مریم بفرمایید. آقا من یه دعایی میخوام از شما، خواهش کنم یه دعایی دارم ما بخونید. برای چی میخوای دعا بشه مریم جان؟ بفرمایید. جانت سلامت باشه آقا. جانم برای چی میخوای؟ من میخوام ایمان از عیسی مسیح بیارم. من میخوام ایمان از عیسی مسیح بیارم. آمین آمین آمین. من دارم ازدواج کرده با پدر نش آزی دارم ازدواج کرده و چه دار نشده. میخوام دعا برش کنه که انشالله صحبه خدا چی شد؟ بچهش ازدواج کرده و چه دار نشده. خب مریم جان شما میخوای قلبت هم به مسیح بدی؟ بله 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 بله. من از کنم وقتی این برنامه شما را نزانه کنم خیلی خیلی ایمان از این سایی نسی آوردم. خدا رو شد. خدا رو شد. خب خواهر مریم من الان میخوام اصفهان جان اصفهانی مدقا. خب بیا همشهریت هم اینجا نشسته، بعد از بهروز هم بچه اصفهانه، ولی هیچ کدوم حاج آقا نیستیم. حالا کم کم مریم جان تازه دارن ایمان بیا. خواهر مریم، خواهر مریم عزیز، کلام خداوند میگه، لحظه گوش کن به عرایز من. کلام خدا میگه عیسی مسیح پسر روحانی خداست که به خاطر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و بعد از 3 روز قیام کرد. هر کس به او ایمان بیاورد حیات جاوید رو داره. آنچه که گفتم شما باور دارید خواهرم؟ بله بله. هللویا. پس لحظه چشماتو ببند، میخوام برای خودت دعا کنم. وقتی که ازت سوال میکنم میتونی بگی آمین، میتونی بگی بله، اما در دلت عیسی مسیح رو قرار بده به عنوان نجات دهنده و خداوندت. لحظه لطفا چشماتو ببند.
هللویا، هللویا ای خدای قدوس، هللویا ای پدر عزیزم. خداوند تو رو شکر میکنم برای محبت تو که خداوند کشور عزیز ما رو در بر میگیره به توسط روح القدس و در این روزهای درد و رنج ای خدا تو شدی تسلی دهنده ملت ما ای پدر جان. تو رو شکر میکنم برای خواهرم مریم، برای قلب خوبش ای خداوند. تو رو شکر میکنم که بر روی زمین آمدی، جسم انسان بر تن کردی عیسی مسیح و بر روی صلیب رفتی و به خاطر گناهان ما مردی و پس از 3 روز قیام کردی. آیا خواهرم مریم آنچرا که گفتم شما ایمان دارید؟ بله. و آیا حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته توبه کرده و از این به بعد اجازه بدی روح مقدس خداوند راهنمای زندگی تو باشه؟ بله. هللویا، هللویا ای خدای قدوس. پدر جان خواهش می‌کنم در نام عیسی مسیح مطابق فیضت عمل کنی ای خداوند. گناهان خواهر من رو ببخشی، با خون مسیح زندگی او رو کفاره کنی ای خدا. نام مریم رو در دفتر حیات خودت ثبت کنی و در نام عیسی مسیح مطابق فیضت ای خداوند به آنچه که مستعد دلش برای خودش فرزندانش ای خدا داشتن نوه هست ای خداوند، هر نیاز مالی و هر نیاز روحانی هست، تو با فیضت اجابت کننده باش و تو جلال یابه خدا در ادامه حیات خواهرم در نام پدر، پسر، روح القدس در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن خواهرم. به شما تبریک میگم خواهر مریم، با شما تماس میگیرن، حتما یه کار میکنیم که توی موقعیتی براتون هم یه انجیل بفرستیم. شما رو به دستان مسیح میسپاریم، براتون در دعا هستیم. فیض خدا با شما. بریم با هم یه خط دیگه رو بگیریم. سلام. درود بر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام. عزیزید، وقتتون بخیر. خوب هستید؟ که شیشه‌تون. سپاسگزارم، مهر شما. سلام. عزیزید، بفرمایید. بفرمایید. من خواستم وقتتون رو بگیرم. خواهش می‌کنم. تقاضای دعا دارم. اگه بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. من یک داروی رو مصرف میکنم و اون یه حالت اعتیادآور شده برای من. بله. اون رو میخوام بذارم کنار و میخوام که خدا کمکم بکنه. بله. میخواستم دعایی برای من بکنید. حتما. حتما. دعایی بکنن. حتما. و همچنین فردا من یک قراردادی رو باید بنویسم بابت کارم. دو تا قرارداد هست که بعد من در زندگی از نظر مالی تو زندگی من خیلی تاثیر گذاره. جانم به امید خدا که خواستم یه طور باشه این دو تا دعا رو برای من انجام بده. حتما عزیزم، حتما حتما. من الان از برادر بهروز میخوام حداقل من رو همراهی بکنن. من از برادر بهروز میخوام براتون دعا کنم. تشویقت میکنم برات اگر مقدور شد سه شنبه ها با ما در تماس باشید، براتون در دعا خواهیم بود. بهروز جان لطفا برای عزیزان دعا کن. خداوند شکرت میکنیم که تو سرور سلامتی هستی خداوند. آمین. شکرت میکنیم که سلامتی ما خداوند تو از اول تضمین دادی خداوند. بله. و این بیماری هایی که الان بعضی از ماها داریم خداوند اینا هیچ کدوم از تو نیست و وابستگی هایی هم که ما به داروها پیدا میکنیم خداوند از تو نیست. اینه که خداوند ازت میطلبم که هر نوع وابستگی که بدن این برادر با این دارو داره خداوند، همین الان خداوند اون وابستگی را در نام مقدس تو ما قطع میکنیم خداوند و ایشون هیچ گونه وابستگی دیگه به این دارو نداشته باشه خداوند. در سلامت و آرامش تو خداوند ادامه زندگی بده خداوند. همچنین خداوند برکت بده به کسب و کار ایشون خداوند. هر قراردادی که ایشون میخواد امضا بکنه خداوند تو اونجا حضور داشته باشی و شرایط را اونجور که عدالت تو هست خداوند برقرار بشه در اون قراردادها خداوند و برکت داشته باشه این قراردادها برای این برادرم خداوند. همچنین خداوند تمام عزیزانم رو در ایران به حضورت میارم که اونها را از هر گونه وابستگی به اعتیاد و مواد مخدر و این شرایط بد آب و هوایی که توی ایران هست خداوند اونها رو خداوند تو محافظت بکن و برکت خداوند رو به ایران برگردون. ازت خواهش میکنم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن برادر عزیز. آمین. شما به دستان خدا میسپاریم. ما حتما برای شما در طول این هفته در دعا هستیم. به فیض خدا گواهی هایی بشنیم. خیلی ممنونم. متشکرم. دست شما درد نکنه.
خدا رو شکر برای مسیح، شما رو دستان مسیح. بریم با هم دیگه خط دیگه ای داشته باشیم. وقت شما بخیر، بفرمایید. وقتتون بخیر، بفرمایید. خواهش کنم خواهرم. سلام. درود بر شما. بفرمایید. الو جانم بفرمایید. بفرمایید صداتون میاد. درود بر شما، بفرمایید. خواهش کنم. سلام. وقت شما بخیر. سلام علیکم. سلام، حال شما خوبی؟ خدا رو شکر، مرسی. بفرمایید. خدا رو شکر. ما صدات کوچی میشنسه، خیلی خوشحال میشی. سپاسگزارم مهر شما، متقابلا در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خدمت از ما. برای ما دعا بکن، سی سلامتی بچه هم هستی، ماشین هم هستی، سی جرونی، سی زبانات که زنگ نگرفتن، برای همه دعا بکن. رو چشم. لحظه لطفا با دعای من متحد باشید خواهرم. لطفا لحظه چشماتون رو ببندید. برای نشون خانواده هم بچه هم سلامتی از بچه هم. رو چشم. لحظه لطفا چشماتون رو ببندید. میخوام دعای برکت برای سال جدیدتون و برای هموطنان عزیز کنم. ما در دقایق آخر هستیم، متاسفانه خیلی وقت نداریم، ولی میخوام برای سال جدید شما و همچنین دیگر هموطنان عزیزم در دعا باشم. پدر عزیزم، خدا قدوس رو شکر میکنم ای خداوند برای محبتت، برای رحمتات، برای وجود این هموطن عزیزم. تو رو شکر میکنم برای قلب خوبش. خواهش میکنم در نام عیسی مسیح خداوند خواهر عزیزم رو برکت بده، همون گونه که خواست خانوادهش رو برکت بده ای خداوند. سال جدید شی خدای قدوس سالی باشه که شاهد این باشه ای پدر جان، با آنچه که مصلحت دلش بوده رسیده و تو اهل خانواده او رو، فامیل او رو، دوستان او رو نجات بدی. همچنین کشور عزیز ما رو ای خداوند در نظر داشته باش و مطابق آنچه که تو وعده دادی در کتاب یوحنا خدا روح مقدست را بفرست و ای خداوند ایرانی ها را ملاقات کن و حقیقت تو بر ایرانیان مکشوف بشه و سال جدید سال آزادی باشه ای خدا، سال برکت باشه ای خداوند، سالی باشه که ای خدا نام تو جلال یابد و همه اینها را در نام مسیح طلب بدیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. شما رو به دستان مسیح میسپاریم. ما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. فیض خدا باشه. چش حتما 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 شما رو به دستان مسیح میسپاریم. فیض خدا باشه. بریم با هم یه خط دیگه ای رو بگیریم. وقت شما بخیر، بفرمایید. الو بفرمایید. مهرانگیز از ایران. سلام. درود بر شما. بفرمایید. ما دو دقیقه وقت داریم بانو مهرانگیز، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. سلام باشید. پاینده باشید عزیزم. برام تو سلام دعا کرد خوب شد. خدا رو شکر. برام دعا کن که خدا رو شکر. مواد مخدر استفاده میکنه. از این مواد مخدر تو سال جدید دست برداره. آمین. خدا شکر خوب شده خیلی. آمین. یه بار دیگه اسم پسرتون رو بگید. مهرانگیز جان. بله؟ محسن. خودش اونجاست یا نه؟ بله. الان اونجا هست محسن؟ نه اینجا نیست، توبن نمیدونم. ولی خودت خوبش کردی. خدا مسیح خوبش کرد. دست از مواد مخدر بر. آمین. بیاد با هم دعا میکنیم. پدر جان تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم مهرانگیز، برای قلب خوبش، ایمانش. سپاسگزار هستم که تو خداوند مسیر زندگی محسن رو تحت اراده خودت پیش میبری. پس خواهش میکنم با او ملاقات تازه‌ای داشته باش. تو او رو ملزم کنه خدا. تو به او بگو خداوند که به سمت مواد مخدر نره خداوند، و حتی از او خدای قدوس مطابق فیضت وسیله‌ای بساز برای اینکه دیگر معتادین خداوند تحت پوشش فیض تو نجات پیدا کنن و با تو آشنا بشن. اینک خواهرم رو، اهل خانواده او رو و مصلحت های دل او رو به دستان پرفیض تو میسپارم در نام مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. شما رو به دستان مسیح میسپاریم. فیض خداوند باشه. آمین. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. عزیزی خدا نه. یه دقیقه وقت داریم ما این عزیز رو بگیریم. وقت شما بخیر. بله سمیرا. سمیرا از ایران. وقت شما بخیر. سمیرا جان ما یه دقیقه وقت داریم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام. درود بر شما. سپاسگزارم مهر شما. بفرمایید. می‌خواستم شهادت بدم. میتونید تو یه دقیقه بدید؟ یه دقیقه است. یه دقیقه این گواهیتون رو بگید. بله.
بعد از سپاسگزارم میشم. هفته دیگه خواهر سمیرای عزیز ما در خدمتتون هستیم، شما رو به دستان مسیح میسپاریم. با سپاس فراوان از برادرم بهروز، از مدیران شبکه محبت و کارکنان، همچنین شما عزیزانمون، از خداوند میخوام که سالی رو که با فیض خداوند آغاز کردید در این سال به قوت خداوند با پیروزی ها تمام کنید و با شادی و آرامش و سلامتی وارد سال جدید بشید و امید به سرنگونی نظام اسلامی. ایمانداران، نام عیسی مسیح رو خداوند به شما داده تا با قدرت دعا کنید، با قدرت دعا کنید برای سرنگونی نظام اسلامی و مطمئن باشید که خداوند با فیضش میشنوه و اجابت میکنه و هیچ شک نکنید و در این ایمان بمانید تا آزادی، امنیت، آرامش ایران را شاهد باشید. فیض خداوند با شماها باشد.